آقای زرتشت احمدی، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و در این گفتگو شرکت میکنید. درود میگم به شما، به همکاران عزیزتون، از کنم به هم میهنان و به تمام کسانی که دغدغه حقوق بشر دارن. در خدمت شما هستم. آقای احمدی، اولین سوال من از شما اینه که یک تاریخچه کوتاهی از این جنبش دادخواهی که روزهای شنبه روبروی زندان اوین و روزهای دوشنبه روبروی ساختمان لاستیک دنا برگزار میشه برای بینندگان ما بیان بفرمایید. بله، خدمت شما عرض میکنم که این جنبش دادخواهی رو در واقع از سال گذشته با تحسنی که خانم نسرین ستوده به خاطر اینکه ایشون رو از وکالت معلق کرده بودن در برابر کانون وکلا در نزدیک میدان آرژانتین، اونجا در از کلید خورد، دوستان با ایشون همراهی کردند و ایشون موفق شد. بعد از اون به هر حال این قضیه کشیده شد توسط آقای ملکی و آقای نوریزاد و چند تا از دوستان دیگه در برابر دنا. میدونید که این داستان ساختمان دنا که منتصف هست با آقای یزدی، شیخ یزدی که رئیس قبرستان هست، گفتن به هر حال اعتراضی باشه به چپاول ها. صحبتی بود از قارت های میلیاردی و اینها که دوستان میرفتم اونجا، یواش یواش همگی رفتم اونجا و این یواش شروع شد به یه جنبشی دادخواهی از کنم که از خانواده زندانیان، کسانی که فرزندانشون در زندان بودن به ما پیوستن، از اعدامیان دهه 60 به ما پیوستن، از دادخواهان جانباختگان سال 88 به ما پیوستن و همینجور داره ادامه پیدا میکنه. پیروان آقای شاگردان آقای طاهری و دوستان دیگه، کسایی که هستن که به هر حال دغدغه های آزادی خواهی دارن، غیر از اینکه بحث آزادی زندانی سیاسی باشه، دغدغه های آزادی. به هر حال من بارها گفتم این فکر میکنم یه جنبش زیبای رنگین کمانی خواهد بود از همه طیفا، از همه فکرها که بتونیم اینو به پیش ببریم که البته شنبه ها در برابر زندان، در حمایت از زندانیان، در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی، مدنی، صنفی، معلمانی، دوستانی که مال کانون صنفی معلمان بودن، آقای بوداغی، آقای اسماعیل عبدی و دوستان دیگر کلان اونجا هستن، وکلایی مثل آقای سیفزاده، عرض کنم که آقای دکتر سلطانی که اونجا هستن، آتنا فرقدمی، آتنا دائمی، خانم نرگس محمدی، بهاره هدایت و خیلی های دیگه که بریم اونجا وایسیم، به هر حال استادی کنیم، پایداری کنیم، این پیام، این صدا رو برسونیم به حاکمان، به مردم، به دیگران که ما اومدیم اینجا به خواهان آزادی اینا هستیم. اینا زندانیان عرض کنم که عقیده و فکر و هنر این سرزمین هستن. اینا زندانی نیستن که زندان، من بارها گفتم زندان جای کسانی است که به مردم، به سرزمینشون خیانت میکنن، عرض کنم که وطنشون رو میفروشن، مردمشون رو میفروشن، قارت میکنن. نه اینکه کسی که هنرمند، نقاش، وکیل، معلم باید سر کلاس باشه، درویش بهایی، اینو شما باید بیاید باید توی زندان بکنید و بعد این با این وسیله به مردم پیام بدید که سکوت بکنن، که به هر حال ما سعی میکنیم که بدین وسیله در برابر این وضعیت ایستادگی کنیم. آقای احمدی، ما شاهد دو نوع برخورد و گفتمان هستیم. یکی مادر امین انوری که چند هفته میاد و در جنبش دادخواهی شرکت میکنه، سکوت رو میشکنه و بی وقفه دست به افشاگری میزنه و نتیجه هم میگیره. امین رو آزاد میکنه از زندان. و امروز ما میبینیم که مادرهای دیگری مانند مادر سعید زینالی و مادر امید علیشناس میگن که ما هم اشتباه کردیم که از اون روز اول به وعده های اینها گوش کردیم. باید سکوت رو میشکستیم و روش مادر امین انوری رو پیش میگرفتیم. میخواستم ببینم شما این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید. بله، ببینید عزیزم، زمانی که امید علی شناس رو بردن، زمانی که سعید زینالی رو 17 سال پیش بردن، چنین جنبش هایی نبود در کنار خانواده ها، که خانواده ها نگاهی داشته باشن به سوی که ببینن گروهی درست کنند که در میادین مرکزی پایتخت میان دادخواهی میکنن و صدای زندانیان سیاسی و کسان دیگه هستن. اون زمانی که این اتفاقات افتاد، اینها من فکر میکنم تنها بودم، من باهاشون هم صحبت کردم، همین نظر رو داشتن. نبوده چنین چیزهایی، که اگر بوده مطمئنم و پس از این هم چنین خواهد بود که خانواده هایی اگر جوانهاشون رو ببرند، به هر حال این ایستادگی، این اونجا بودن ها
من گاهی به دوستان و همکارانم میگم، میگه آقا چه سودی داره؟ میگم حتی اگر سودی که داره بعد از این شما رو نمیان مثل دهه 60 و 70 کونی بکنن سرتون ببرن، باید احضاریه بدن، باید به التماس و درخواست بکنن، باید با شرایط قانونی با شما برحال ارتباط برقرار کنن، برخورد بکنن. همین مانع رو که ما ایجاد بکنیم در برابر استبداد، خب خودش خیلی کاره. قرار نیست که ما حس کنم که کسی رو از تخت پایین بکشیم به این سادگی و به این زودی بدون اینکه در کنار مردم باشیم. اینه که گام ها باید آهسته آهسته باشه. بله، اون زمان این مادرها تنها بودن و اگر هم میخواستن کاری بکنن نمیتونستن. الان اگر میبینید که مادر امینه انواری موفق شد، به خاطر اینکه اومد در کنار این جمع قرار گرفت و جمع هم فریاد ایشون رو، رسانه هم دوستانی مثل شما فریاد ایشون رو به همه جا منعکس کردن که نتیجه داد. دوست عزیزم آقای احمدی، ما در تمام طول این سالها شاهدیم که معترضانی رو که در تجمعهای اعتراضی و دادخواهی شرکت میکنند به طور جداگانه احضارشون میکنند و اینها رو میخوان به دادسرا، مانند سرکار خانم نرگس محمدی که احضارش کردند و با همون وخامت حال جسمانیشون ایشون رو در جا بازداشت و زندانی کردند. گویا چند روز پیش هم برای شما یک برگه احضاریه ای فرستادن. در این باره برای بینندگان ما توضیح بفرمایید. بله، میگم خدمتتون. علاوه بر اونم من اشاره بکنم به دوست عزیزم محمد کریمی که ایشون فعال مددین بوده. از زمانی که ما در برابر کانون وکلا کنار نسیم بانوی ستوده بودیم، ایشون میومدن در برابر دنا همینطور پای کار بودن، در برابر زندان ببینن. ایشون رو نزدیک یک ماه 40 روز پیش رفتم خونه که داشته میومد بیرون، تو کوچه دستگیر کرده بودن، تو برده بودن، هنوزم زندانی هست. البته زنگ زده، حالا مثل اینکه پروندهش در جریان است. بله، بعد منم در همین داستانی که از پارسال در کنار نسیم بانو داشتم، اینها چند ماه پیش اومده بودن از طریق پلیس امنیت یه احضاریه داده بودن که مقام قضاییش دستور داده که شما بیاید اینا، مونتا دستور مقام قضایی نبود. ما هم گفتیم که دستور قضایی وقتی نیست ما نمیاد. چند روز بعد من اومده بودم در برابر دینا به خاطر همجام بشه اعتراضی، پلیس امنیت اومده بود تو خونه ما، گفته بود که بنابر حکم دادستان یه چیزایی نشون داده بودم، به حال خونه رو گشته بودم که من اومدم فرداش رفتم شکایت کردم و رفتم با پاسخی که بازرسی واسم به من داده بود نیروی انتظامی، رفتم اونجا پیش پلیس امنیت. البته عذرخواهی کردند و پرونده منو بلافاصله، پرونده هجومی هم اونجا درست کرده بودم به خاطر همین فعالیت ها که فرستادن بازپرسی شدم و خب از خودم دفاع کردم، گفتم خب فعالیت سیاسی مدنی حقوق بشری و پاشم وایسادم، چیز پنهانی نیست که اتهام تبلیغ علیه نظام رو به من اونجا تفهیم کرد و من با پروانه کسب اومدم بیرون. چند وقت پیش به زامن من تماس گرفتم، گفتم آقا شما بهشون بگید که بیاد دادگاه، ایشون هم خب آدم آگاهی هستن، گفتم با تلفن که نمیشه، شما خودتون اهل قانون هستید. که بعد دو سه روز پیش این احضاریه رو برای من فرستاد. اینو حالا فکر میکنم نظرشون، البته همیشه هم اینطور بوده، نهادهایی که الان در این سرزمین، نهادهای امنیتی، نهادهای انتظامی، متاسفانه دستگاه قضایی ما که باید دادگستر باشه و عدالت‌گستر باشه، اینها سرکوبگرند. سرکوبگری اینا از دهه 60 به شدت شروع شده، دهه 70، دهه 80 ضعیف شد، تو 88 بالا گرفت، الان هم چند وقتی انتخاباتشون پیش روه، بهانه خوبی هست، روزنامه نگاران رو در جریان هستید که سرکوب کردن، یکی یکی دارن زندانی میکنن و این برخوردار و توی جنبش ما هم همینطوریست. این برخوردن دونه دونه اینا رو میبرن شکار میکنن، میکشن کنار برهار که بترسونن بقیه رو. ولی نه، فکر نمی کنم اگر هر اتفاقی هم برای من و سایر دوستانم بیفته، بقیه دوستان پای کار خواهند ایستاد. به نظر شما در برابر به قول خودتون یکی یکی شکار کردن فعالان چه باید کرد؟ حرکت باید دوستان از کنم که پیوسته تر باشن، منسجم تر باشن، همدل تر باشن، همراه باشن هر اتفاقی. حالا نمیگم من دور خودم یه دایره میکشم میگم، نه من برای خودم نمیگم، ولی برای هر کدوم از دوستان این اتفاق بیفته، من از دوستان خواهش خواهم کرد که حتما بریم در کنار این دوست قرار بگیریم، دوستی که حالا یا زندانی شده یا به هر حال میخواد بره دادگاه، بریم در برابر دادگاه وایسیم، اعتراض کنیم، همراه این دوست باشیم در دادگاه، نزدیک زندان، همه جا، و سر صدا کنیم، تحسن کنیم، اعتصاب کنیم، اعتراض کنیم و این صدا رو برسونیم
منعکس کنیم توسط شما و دوستان و دیگه رسانه های دیگه، و برای حاکمیت، برای سرکوبگران هزینه درست کنیم که نتونن به راحتی با این جنبش های مسالمت آمیز مدنی و دادخواهی بتونن چنین برخوردی داشته باشند. آخرین سوال من از شما آقای احمدی اینه که ما در تجمعها و به خصوص تجمعهای اخیر شاهد دو نوع گرایش هستیم. اولی گرایشی که معتقدند باید مسالمت آمیز بشه بدون توجه به هر گونه برخوردی که با معترضان بشه، و دومین گرایش بر این اعتقادند که تا آخرش این حرکتها نمیتونه مسالمت آمیز باشه و اگر فشارها و برخوردهای خشونت آمیز با معترضان شدت بگیره صدای فریاد اونها هم مسلماً بلندتر خواهد شد. میخواستم بدونم که نگاه شما چگونه نگاهی است به این مسئله؟ نگاه من همراه با نگاه دوم هست، چرا که همگان گاندی یک نفر بود، در هندوستان تمام شد، اندیشه‌هاش هست، رفتارش ضبط شده، ولی دیگه گاندی نخواهد آمد و همگان گاندی نخواهند شد. این جنبشیه، درسته، مسالمت آمیز، ولی تا آخر به همین شکل سرکوب بشه بزنن تو سرش، نه، چنین نیست. تا یه اندازه‌ای به هر حال ما پیش خواهیم رفت و اگر ببینیم که واقعا حاکمیت داره چنین برخوردهای تند و از کنم که خشنی با ما داره، ما هم رویه‌مون حتما عوض خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. درود بر شما، تلویزیون دور، همکارانتون و به همه مردم سرزمینم و به کسانی که برای دفاع از حقوق بشر هر جای دنیا که هستن تلاش میکنند.